شماری از افسران برکنار شده ریاست محافظت رجال برجسته در برابر دروازه شورای ملی برای دادخواهی آمدند. میگویند که مسئولان این ریاست به گونه تبعیض آمیز بیان که تجربه کاری و تحصیلات آنان را در نظر بگیرند از وظایفشان برکنار کرده و به جای آنان نزدیکان خودشان را گماشتند. متاسفانه از سوء استفاده ای که از نام اصلاحات در این اواخر صورت گرفته، تعدادی از مقامات اداره به اصطلاح خیش و قوم و اعضای فامیل خدا آوردن که به حدود تعدادشان به 10 نفر میرسه، به جای از یا مقرر کردن و کارمندایی که سالها در خدمت مردم افغانستان در چوکات اداره قرار داشته اینا را از اداره اخراج کردن. دو کارت می ورته هغه لیاقت او شایستگی لري، زه چې لسانس ما اکاډمی نه ول نمره فارغ مزه لیاقت نه لرم، زه اوس غواړم د شورا امنیت نه غواړم چې اوایت د تین کی راضی پختنه دی وکي کدی نه دی پختنه وکي. ځکه خانواده 5 نفر که ما با امی اساس سند میگیم که ځکه خانواده 5 نفر به نام یک پدر اومدن در یک د اونجا وظیفه انجام میتن. این انتقادها در داخل مجلس نمایندگان نیز بلند می شود. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که اعضای این ریاست تجربه های لازم در تامین امنیت دارند و نباید آنان بی سرنوشت شوند. اینا آل اونجا بی سرنوشت هستند، هیچ نوع وزارت دفاع قبولشان نمیکنه و در داخل تشکیلات گرفتن، از افسر به سرباز آوردن، 2700 نفر تشکیلات خالی دارند. اما شمار دیگر از اعضای مجلس از منحل شدن این ریاست استقبال میکنند. د دې لپاره چې کوم چوکاټ جوړ شوی دی، زه فکر کوم ډیر ښه کار شوی دی، او که چیرې دا مدغم سی په وزارت داخله کې یا په وزارت دفاع کې او د قتال منځ زخه ولاړ سي، دا به د دې ملک به خیر. بر بنیاد اطلاعات کمیسیون امنیتی مجلس، 380 تن از افسران با تجربه این ریاست به بازنشستگی اجباری سوق داده شدند و نزدیک به 1000 دیگر برکنار شدند و هیئتی که به خاطر این چالش ها برای بررسی به این ریاست رفته بود اجازه بررسی برای آنان داده نشده است. شورای امنیت یک اداره مشاورتی سو حق نداره یک سال اداره اجرایی باشه و زیر قمانده از او و زیر نظارت از او و زیر صلاحیت از او یک اداره امنیتی دیگه باشه. در جل برجسته در ساتن او امنیت ریاست کلنه بودجه چی 4 میلیارد افغانی و 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټه شوی او تشکیل یې تنخیص شوی دی. خو د اضافه بست پرسونل د جذب لپاره مو د ملي دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او کورنیو چارو وزارت دروازې پرانستی دي. در حالی که اعضای مجلس نمایندگان حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور را به مداخله های بی جا متهم می سازند، اما دفتر مشاور شورای امنیت ملی این گفته ها را رد می کند.